امروز میخوایم در مورد ویزای جستجوی کار یا همون جاب سیکر کشور آلمان با هم دیگه صحبت بکنیم. ویدیو امروز از دست نده. رفقا سلام، حالتون چطوره؟ با یه ویدیو دیگه از کانال بابک اسکریپت در خدمتتون هستم. تو ویدیو قبلی در مورد کلیت ویزاهای کاری برای آلمان با هم صحبت کردیم. گفتیم 3 تا از مهمترین ویزاهای کاری ویزای جاب سیکر، ویزای حالا جاب آفر یا بلو کارت و ویزای آوسبیلدونگ هست. حالا تو 3 تا ویدیو مجزا میخوام در مورد اینا با هم دیگه صحبت بکنیم، اینکه پروسش به چه صورته، چه کارهایی باید انجام بدیم. و تو این قسمت میخوایم در مورد ویزای جاب سیکر یا همون جستجوی کار با هم دیگه صحبت بکنیم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، من اول در مورد ویزای جستجوی کار یا همون جاب سیکر براتون توضیحی بدم. این ویزای بین 3 ماه تا 6 ماه صادر میشه، بسته به حالا مدرک تحصیلی، بسته به موافقت سفارت که 3 ماه با شما موافقت بکنن برای حضورتون یا 6 ماه که شما این ویزا رو میگیریم و بعد با توجه به مدت ویزاتون 3 ماه یا 6 ماه زمان داریم که بیاین و توی آلمان دنبال کار بگردیم. برای همین بهش میگم ویزای جستجوی کار یا ویزای جاب سیکر. برای کسایی که قرارداد کاری نتونستن تو کشور مبدا بگیرن و میخوان حالا بیان تو خود آلمان شانسشون رو امتحان بکنن، شرایط این ویزا بچه ها به این صورته که یه مقدار صف طولانی داره. یعنی اگه بخوایم معایب این ویزا رو بگیم، صف طولانی و مدت زمان انتظار خیلی طولانی این ویزا هست. به خاطر همینه که اگه خاطرتون باشه من تو ویدیو قبلی هم خدمتتون گفتم که حالا اینجا پینش میکنم که اگه ندیدین حتما اون ویدیو رو اول ببینین، که گفتم بچه‌های برنامه نویس ترجیحاً از این ویزا استفاده نکنن، برن سراغ ویزاهای دیگه مثل ویزای جاب آفر یا بلو کارت یا همون حالا ویزایی که با قرارداد کاری هست. ولی حالا باز این ویزا رو توضیح میدیم برای کسایی که حالا به هر دلیلی میخوان از این ویزا استفاده کنن یا رشته غیر از کامپیوتر هستن که شاید برای اونا مفید باشه. ببینید بچه ها، ای به این ویزا اینه که مدت زمان انتظارش طولانیه. قبل از این تعطیلی سفارت به خاطر کرونا این تقریبا بین بچه‌ها بین 1 سال تا 1.5 سال باید منتظر میموندن تا وقت سفارتشون بشه برن و حالا ببینن که با ویزاشون موافقت میشه یا نه. این به چه معنیه؟ یعنی در واقع شما 1 سال 1.5 سال انگار وضعیت زندگیتون رو هوا بود تا ببینید حالا میخواد چه اتفاقی بیفته، ویزاتون رو قبول میکنن یا نه، 3 ماه صادر میشه، 6 ماه صادر میشه، به چه صورته. این یه بلا تکلیفی بود که الان متاسفانه به خاطر کرونا احتمالاً زمانش بیشتر هم شده، چون سفارت هم به خاطر کرونا یه مقدار تعطیلی خارج از برنامه داشته و خب احتمال زیاد این صف خیلی طولانی تره و شما باید بیشتر از این زمان معطل بشین، منتظر بشین تا نوبتتون بشه. ولی از طرفی اگه بخوایم نیمه پر لیوان هم ببینیم، خب شما این تایم رو میتونین اختصاص بدین به زبان خوندن و میتونین جور دیگه ازش استفاده کنین. ولی خب این بلا تکلیفی این مدت یه مقدار اذیت کننده است. خب این ویزا معنیش چیه بچه‌ها؟ در واقع کشور آلمان داره به شما این زمان رو میده، میگه شما به عنوان یه متخصص اگه یه حداقل مدارکی رو برای من به عنوان سفارت آلمان اگه فراهم بکنی، من سفارت آلمان و من کشور آلمان به تو اجازه میدم بیای تو کشور آلمان و 6 ماه دنبال کار بگردی و شانس خودتو امتحان کنی. اگه کار پیدا کردی، قرارداد بستی با یه شرکتی، ویزای شما تبدیل میشه به ویزای کاری یا بلو کارت بسته به حقوقتون، و اگه هم پیدا نکردین طبق این ویزا شما برگردین به کشور خودتون که همون ایران میشه. نکته دیگه که در مورد این ویزا بچه‌ها باید حواستون باشه اینه که شما باید حداقل به مقدار 6 ماه هزینه های زندگی خودتون رو در حالت بدبینانه لحاظ بکنین. درسته که شما ممکنه شانس بیارین ماه اول، دوم یا سوم کار پیدا بکنین، ولی حواستون باشه ممکنه که به خاطر شرایط مختلف مثل همین کرونا مثلا خیلی از بچه‌ها حساب کرده بودن من 2 ماه میتونم کار پیدا بکنم، پا شده بودن اومده بودن آلمان و بعد کرونا اتفاق افتاده بود، شرکت‌ها استخدامشون رو متوقف کرده بودن. پس همیشه ممکنه که اتفاقی بیفته، به خاطر همین همیشه
ورست کیس رو ببینین، بعد بینانه ترین حالت رو در نظر بگیرین که مشکلی براتون پیش نیاد. به اندازه 6 ماه خودتون حتما هزینه های زندگیتون رو داشته باشین، که این در البته جزء مدارک سفارت هم هست، یعنی سفارت هم از شما میگه که تمکن مالی موارد رو برای من بیار. حالا بریم سراغ مدارکی که برای این ویزا و درخواست این ویزا نیازه که شما داشته باشید. خب اولین مدرکی که بچه ها نیاز هست برای این ویزا سابقه کار هست، سابقه کار مرتبط با رشتتون. در واقع شما اگه رشته تحصیلتون به عنوان مثال مهندسی کامپیوتره، باید سابقه کار مرتبط با این رشته خودتون داشته باشید. بعد از اینکه این سابقه کار رو داشتیم میتونین درخواست بدین. سابقه کاری که از شما میخوان بین 2 سال به بالا هست، حالا بعضی از جاها گفتن 3 سال به بالا، ولی تمام این مواردی که من در مورد مدارک این میگم حتما تو سایت سفارت فایل PDF آخرین نسخه‌ای که مدارک مورد نیاز هست رو بگیرین، هم نسخه فارسی داره هم نسخه آلمانی، بخونین و طبق اون حتما آخرین موارد رو تکمیل بکنین. ولی من حالا اینجا باز دارم میگم که کلیتش دستتون باشه. من تو ویدیو قبلم گفتم صحبت‌های من رو به عنوان صحبت تکمیلی در نظر بگیرین و مرجع اصلی شما سایت سفارت هست، چون اطلاعات ممکنه آپدیت بشه. همین لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم ممکنه که اطلاعات در حال تغییر باشه، مدارک کم و زیاد بشه. خب پس سابقه کار مرتبط اولین مدرکیه که شما باید داشته باشین. این میتونه سابقه بیمه شما باشه، مثلا بیمه تامین اجتماعیتون رو شما پرینتش رو میگیرین میبرین، یا میتونه نامه هایی باشه که شما به عنوان سابقه کار از شرکت هایی که کار کردین گرفتین، که همون نامه‌ای که معمولا بعد از خاتمه همکاری از شرکت میگیرین، که مثلا آقای فلان خانم فلان اینقدر مدت در پوزیشن فلان به عنوان مثلا برنامه نویس تو این شرکت کار میکرده، یه همچین نامه‌ای با سربرگ و مهر امضای شرکت، یا این نامه رو دارین یا شما پرینت میگیرین از بیمتون که حالا سابقه بیمتون رو میبرین. یه جوری باید ثابت کنین که این سابقه کار وجود داره. در مورد سابقه کار البته حواستون باشه که باید به صورت آلمانی یا انگلیسی باشه، که حالا ترجیحاً آلمانی باشه همه مدارکتون. خب و مدرک بعدی که بچه‌ها نیاز دارین مدرک تحصیلی و ریز نمراتتونه، که مدرک تحصیلی منظورمون اینجا دانشنامه هست نه مدرک موقتتون. پس حتما باید مدرک دانشنامه‌تون، دانشنامه نهاییتون رو گرفته باشین از دانشگاه و به همراه ریز نمرات. اینا رو باید در سامانه‌ای به اسم سامانه سجاد، که حالا لینک‌های اینا رو گفتم براتون توی دیسکریپشن میذارم همه رو، میریم تو سامانه سجاد مدرک و ریز نمراتتون رو اونجا ثبت می‌کنین، بعد می‌تونین شما برین دارو ترجمه و اینو ترجمه بکنین. مدرک دیگه‌ای که مرتبط با مدرک تحصیلیتون رو بچه‌ها باید داشته باشین تاییدیه مدرکتون توی کشور آلمانه، که شما باید مدرکتون یعنی در واقع رشته تحصیلیتون و دانشگاهتون رو توی وبسایت آنابین پیدا بکنین. اگه پیدا کردین یه پرینت ازش می‌گیرین از گزارش سایت آنابین و این می‌ذارین توی مدارکتون. اگه توی آنابین نبود شما باید تاییدیه از مؤسسه‌ای به اسم مؤسسه زاب ZAB و بگیرین، که مؤسسه یه توی آلمان که مدارک خارج از آلمان رو تایید میکنه، بررسی میکنه که ببینه این مورد قبول آلمان هست یا نه. اگه زاب شما رو تایید بکنه اون مدرک شما رو سفارت هم از شما قبول میکنه، اگه نه اون مدرک رو سفارت از شما قبول نمیکنه. پس اول سایت آنابین رو چک میکنین برای مدرک تحصیلتون، هر چند تا مقطع که خوندین، اگه بود که هیچی، اگه نبود باید فرآیندتون یه مقدار طولانی‌تر میشه، به وسیله پست با مدارکتون رو بفرستین برای زاب تو کشور آلمان، اونا بررسی میکنن و جواب شما رو باز با پست برای شما میفرستن، که این فرآیند خودش یه مقداری زمان میبره و یه مبلغی هم نمیدونم چقدر هست الان، 100 یورو 200 یورو شاید هم بیشتر کمتر، به اون مؤسسه زاب شما باید هزینه بدین تا پرونده شما رو و اون مدرک تحصیلی شما رو بررسی بکنن. اینجا هنوز ما یه کار با مدرک تحصیلی داریم و اون تاییدیه سفارت برای مدرکتون هست، که جلوتر حالا همه اون مدارک که نیاز به تاییدیه دارن هم بهتون میگم. خب بعد از سابقه کار و مدرک تحصیلی مدارک دیگه ای هم نیازه، به عنوان مثال پاسپورت، شما باید پاسپورتتون آماده باشه، شناسنامه‌تون باید آماده باشه. حواستون باشه که اگه پاسپورتتون خیلی تا انتهای مدت انقضاش نمونده حتما درخواست تعویض پاسپورت بدین و پاسپورت جدید بگیرین که حداقل مثلا 5 سال داشته باشه و جدید باشه پاسپورتتون،
که مشکل نخوریم برای تعویض پاسپورت بعدن تو کشور آلمان. اگه چند ماه فقط از پاسپورتتون مونده باشه خیلی خوب نیست، چون بعدن سفارت هم به همون مقداری که از پاسپورتتون مونده ممکنه بهتون ویزا بده. مثلا شما حالت عادی اگه 6 ماهه بتونه بهتون سفارت ویزا بده، ممکنه فقط همون 4 ماهی که مدت انقضا پاسپورتتون هست بهتون ویزا بده، و 2 ماه این وسط شما عملا ممکنه که ویزاتون کمتر بشه. علاوه بر اون گفتیم علاوه بر پاسپورت به شناسنامه هم شما نیاز دارین، که شناسنامه هم نیاز به تاییدیه داره، تاییدیه سفارت، که گفتم همه این تاییدیه ها رو تو آخر ویدیو بهتون میگم. پس با ما همراه باشین که تا آخر ویدیو در مورد تاییدیه ها هم حتما براتون صحبت کنم. خب توی بخش ابتدایی ویدیو بچه‌ها گفتیم که این ویزا نیاز به تمکن مالی داره، یعنی شما باید به سفارت اثبات بکنین که 6 ماه هزینه های زندگی خودتون رو دارید، در صورتی که کار پیدا نکنید مشکلی برای زندگی کردن تو آلمان ندارین و میتونین هزینه هاتون رو بدین، و این مبلغ هم یه مبلغی بین 4000 تا 6000 یورو تقریبا هستش که باید دقیقش رو تو سایت سفارت چک بکنین، که ممکن هم از تغییر بکنه، سال به سال ممکنه که کم و زیاد بشه، و این مبلغ رو شما باید تو حسابتون داشته باشین، تاییدیه بانک رو بگیرین و اون نامه تمکن مالی بانک رو در واقع تو مدارکتون بذارین که سفارت بررسی بکنه. مورد دیگه محلی برای زندگیه که شما باید یا رزرو هتل داشته باشین یا حالا یه جوری ثابت بکنین که من فلانی مثلا فامیلم اونجاست، میخوام برم تو خونه اون زندگی بکنم در قالب یه نامه. ولی چیزی که ساده تره اینه که شما میتونین رزرو هتل داشته باشین و رزرو انجام بدین توی یه هتلی و اون رو پرینت بگیرین و توی مدارکتون قرار بدین، و این رزرو هتل هم بستگی داره، شما میتونین به مدت 2 هفته 3 هفته رزرو هتل بگیرین و به سفارت بگین که بعد از اون من میخوام توی این 2-3 هفته دنبال یه خونه بگردم و یه جای ثابت تر داشته باشم برای اون 6 ماه هم. برای اینکه شما ولی میرسین آلمان باید جایی داشته باشین که بعد از اینکه رسیدین برین توی اون آدرسی که اعلام کردین. مورد دیگه بچه ها رزومه است. شما باید رزومه مرتب و منظم داشته باشین و این رزومه رو شما باید حتما در قالب زبان آلمانی و به صورت خیلی شسته رفته و استاندارد نوشته باشین. در مورد رزومه نویسی توی پلیلیست دیگه که در مورد مصاحبه های کاری با هم دیگه داریم، اونجا حتما توضیحاتی رو میدم، ویدیو اونجا رو حتما ببینیم که در مورد رزومه بدونیم که بعد به چه صورت حتما رزومتون رو بنویسید. مورد بعدی بچه ها اینه که شما اثبات بکنین به سفارت که دانش زبان آلمانی کافی دارین که بتونین کاریابی انجام بدین تو کشور آلمانی. پاشین برین اونجا، شما میتونین مصاحبه کنین، شما میتونین با شرکت ها تعامل داشته باشین، اپلای بکنین، بعد اینو یه جوری به سفارت ثابت کنین. این میتونه در قالب مدرک زبان باشه، شما میتونین مدرک زبان B2 از مؤسسه گوته بگیرین توی ایران، میتونه یه نامه ای باشه از یه مؤسسه دیگه حالا غیر از گوته که شما تا فلان ترم اونجا خوندین و دانشتون در یه سطحی هست، و در نهایت شما باید یه جوری اینو اثبات کنین، و اگه حالا سفارت هم به این قضیه شک بکنه ممکنه که ازتون سوالاتی به زبان آلمانی بپرسه. معمولا برای ویزای جاب سیکر از اکثر افراد سوال میپرسن و به زبان آلمانی سعی میکنن ازشون چند تا سوال بپرسن که بدونن کلیت دانش زبان آلمانی اون فرد به چه صورته. مورد دیگه انگیزه نامه است که شما باید یه متن تنظیم بکنین که هدفتون چیه از اینکه میخواین برین به کشور آلمان و چرا میخواین اونجا برین دنبال کار، چرا تو اون شهری که میخواین انتخاب بکنین میخواییم برین دنبال کار، و تمام این موارد رو باید توی انگیزه نامتون بگین. انگیزه نامه هم خودش باز داستانه خودشو داره مثل رزومه، که اونم حتما تو پلیلیست مصاحبه کاری در موردش صحبت میکنیم. ویدیو مربوط به انگیزه نامه رو حالا انشالله تو روزهای آینده میذارم، اونجا رو حتما چک بکنین و در مورد جزئیات اینکه چطور یه انگیزه نامه خوب بنویسیم اونجا براتون حتما توضیح میدم. مورد دیگه بیمه مسافرتی است بچه ها. شما باید با توجه به مدت ویزاتون، حالا 3 ماهه یا 6 ماهه، باید شما بیمه داشته باشین توی این مدت و به سفارت اعلام بکنین که من هزینه درمانم رو دست حالا خودم یا دولت آلمان نمیمونه، باید این بیمه رو داشته باشین. که برای بیمه حالا بیمه مسافرتی مختلفی هست، شرکت های بیمه مختلفی هستن که اونو باید بگیرین و تو مدارکتون قرار بدین حتما.
علاوه بر همه این مواردی که گفتم، یه فرمی هم داخل سایت سفارت هست که شما بعد اون فرم رو هم حتما پر بکنید. اینا میشه جمع مدارک شما که در واقع اون موقعی که نوبتتون میشه، حالا بعد 12 ماه، بعد 18 ماه که حالا قبلا نرمش بود، الان مدت زمان بیشتریه، در نهایت بعد یک سال، یک سال و نیم یا دو سال که نوبت سفارت به شما رسید برای ویزای جاب سیکر، شما همه این مدارک رو برمیدارین میبرین و به سفارت اعلام میکنین که من درخواست این ویزا رو دارم و اونا پرونده شما رو بررسی میکنن. و در مورد تمام مدارکی با هم صحبت کردیم، حواستون باشه که جایی که گفتیم فلان نامه، فلان مدرک، باید شما حتما اینا رو ترجمه کرده باشین. به عنوان مثال نامه از شرکتتون رو گرفتیم به عنوان سابقه کار، این نامه فارسی رو از شما سفارت قبول نمیکنه. باید حتما ترجمه رسمی اینو داشته باشین و بعد ترجمه بکنین اینا رو. حالا بعضن دیده شده سفارت نامه هایی که انگلیسی بودن رو قبول کرده، اگه تو سربرگ شرکت بوده مورد امضای شرکت رو داشته، ولی ترجیحاً یا سعی کنین به صورت آلمانی باشه یا دیگه حداقل انگلیسی. نامه فارسی رو از شما سفارت قبول نمی کنه. تو مدارک دیگه تون هم که گفتم به همین ترتیب. اگه یادتون باشه گفتم که دو تا از مدارک رو شما باید تاییدیه سفارت بگیرین، یکی در مورد شناسنامه، یکی در مورد مدرک تحصیلی. برای این مدارک هم شما باید یه روزی پاشین برین خود سفارت، به صورت حضوری مدارکتون رو میبرین، ترجمه آلمانی مدارک تحصیلیتون و ترجمه آلمانی شناسنامه‌تون، ترجمه رسمیشو برمیدارین میبرین و اونجا اینا یه مهری روی این ترجمه های شما میزنن که اون تاییدیه سفارت رو در واقع میگن که ما این مدارک شما مورد تایید ما هست، که دیگه اون کپی ها معتبره برای روز مصاحبتون، شما دیگه میتونین اینو ببرین. معمولا سعی کنین موقعی که دعوتتون میکنن یه چند هفته قبل از اون برین و این تاییدیه ها رو بگیرین، که برای تاییدیه هم باز میتونین وقت جدا بگیرین برای تایید مدارک، که توی خود سفارت میتونین نوبت بگیرین، وقت بگیرین، یا میتونین یه سری روزا رو مشخص کردن قبل از مصاحبه اصلیتون، میتونین شما بدون وقت برین، حالا هفته قبلش یا چند روز قبلش، دقیقا مدتش خاطرم نیست، ولی توی سایت سفارت چک بکنین اونجا گفته شده، یه مدتی قبل از نوبت مصاحبتون شما میتونین برین به سفارت و بگین خب من نوبت مصاحبم نزدیکه، تایید مدارکم هنوز انجام ندادم و میخوام، وقتم نگرفتم، الان میخوام تایید مدارکم انجام بدم، که اون موقع میتونین برین تایید مدارکتون انجام بدین. ولی حتما حواستون باشه که اگه تونستین وقت بگیرین، وقت بگیرین جلوتر انجام بدین که دیگه مشکلی نداشته باشین، و حتما حواستون باشه که این مدارک رو قبل از تایم مصاحبتون باید همش رو داشته باشین، اگه نداشته باشین نقص مدرک میخورین، پروندهتون رو بررسی میکنن ولی به شما ویزا نمیدن، میگن فلان مدرکتون ناقصه، شما باید دوباره مدارک بفرستین، دوباره بررسی بشه و پروسه‌تون مشکل میخوره، زمان بر میشه الکی. پس کلیت موارد رو من اینجا براتون گفتم، باز ولی به حرف منم استناد نکنین، خود سایت سفارت، چند بار من اینو تاکید میکنم چون خیلی مهمه، خود سایت سفارت رو بچه حتما بخونین، اونجا کامل مدارک رو توضیح داده، مدارک رو همه رو شسته و رفته داشته باشین که دیگه مشکلی براتون پیش نیاد و پروندهتون زود بررسی بشه. اگه سوالی داشتین بچه ها در مورد هر کدوم از این مدارک، در مورد مراحل انجامش، حتما تو بخش کامنت های همین ویدیو تو یوتیوب میتونین از من بپرسین، خوشحال میشم جواب بدم. اگه تو اینستاگرام هم هستین و براتون اونجا راحت تره، میتونین پیج بابک اسکریپت رو فالو بکنید و اونجا سوالتون رو در قالب دایرکت مسیج از من بپرسین، من سوالات رو باز همه رو جمع میکنم و در قالب یه ویدیو سعی میکنم که همه سوالات رو جواب بدم. امیدوارم که ویدیو امروز به دردتون خورده باشه، در مورد ویزای جاب سیکر اطلاعاتی که میخواستین رو گرفته باشین. اگه براتون مفید بوده لایک یادتون نره، برای دوستاتون هم بفرستین که اونا هم بتونن از این مطالب استفاده کنن، سابسکرایب و زنگوله بغلش رو هم حتما بزن، چون کلی محتوای جذاب دیگه میخوام با هم بررسی بکنیم که ویدیویی رو خدای نکرده از دست ندی. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.